احمد، میایم پیش تو. در سوی دیگر ساختمانی هستی که نشست امنیتی مونیخ در اون در حال برگزاری هست. میدونم که معترضان ایرانی در اونجا حضور دارن. تصاویر میبینیم از شاهزاده رضا پهلوی. بیشتر به ما بگو که در اونجا چه میگذره. خب در واقع این تظاهرات ها از چند روز قبل برنامه ریزی شد. برخی از اونها رو با مجوزهای فوری و اصرارهایی که برگزار کنندگان داشتن براشون صادر شد. به هر حال در چنین روزهای سخت هست گرفتن چنین مجوزهایی، اما خب به هر حال اینها صدای اعتراضی مردم ایران هست و خب پیام اصلی اون هم در واقع حمایت از خیزش انقلابی مردمه. شعارهایی که داده شد، خب علاوه بر اینکه خب حمایت شده از شاهزاده رضا پهلوی، خب در کنار اون از جنبش اعتراضی مردم ایران، از شعار زن زندگی آزادی اینجا حمایت شد، این شعارها سر داده شد. شعارهایی که در واقع یاد و خاطره کشته شدگان جنبش انقلابی اخیر رو زنده کردن، همچنین زندانیانی که در زندانهای جمهوری اسلامی هستن یاد اونها هم اینجا گرامی داشته شد. اما اگر بخوایم بپردازیم به خود کنفرانس، من دو مورد رو باید بهش حتما اشاره بکنم. برخی ها به این نکته اشاره میکنن که این دعوت چطور انجام شده، دعوتی که از سخنگویان جنبش دموکراسی خواهی انجام شده. خب این دعوت از سوی خود کنفرانس امنیتی مونیخ ارائه شده، خود شخص آقای کریستوف هویسکن دعوت کرده و دعوت رسمی هست و سخنرانی که پیش بینی شده برای آقای شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد و همچنین نازنین بنیادی فردا ساعت 9:30 صبح وقت آلمان خواهد بود و در اونجا دیدگاه‌های خودشون رو مطرح خواهند کرد. و اینکه اگر در لیستی که ارائه شده در از سوی کنفرانس امنیتی مونیخ این اسامی نیست، اون اسامی در واقع کسایی هستند که به صورت رسمی و نمایندگان دولت‌های جهان هستند که در اون لیست حضور خواهند داشت. اما در کنار من خانم هوروش پورکیان از فعال حقوق زنان هستند. می‌خواستم از ایشون سوال کنم که این حضوری که در واقع سخنگوی جنبش دموکراسی داره در این نشست امسال، چه پیامی میتونه داشته باشه و چه صحبت‌ها و چه پیامی میتونن که این سخنگویان به جامعه جهانی ارائه بدن؟ امروز یه روز تاریخی میباشد و ما دیشب از آقای دکتر هویسکن خیلی خیلی سپاسگزاری کردیم که همچین تصمیماتی گرفتن. ما تقریبا میشه 9 ماه داریم فشار میاریم به کنفرانس مونیخ که کسایی که واقعا دموکرات هستن دعوت کنن، که جزوشون آقای رضا پهلوی و خانم مسیح علی نجات هستن، پیامای خیلی زیادی دارن. ببینین الان ساعت 2:30 آقای شولتز در پنل هستن و آقای رضا پهلوی فردا ساعت 9:30 صبح تو پنل نشست دارن با خانم مسیح علی نجات، با خانم نازنین بنیادی، یک نفر دیگه هم هست هنوز اسمشون رو نمیدونم. تکون داده این کنفرانس مونیخو به خاطر اینکه در تاریخ این 44 سال وجود نداشت که جمهوری اسلامی رو دعوت نکنن. و آقای هویسکن دیشب به من گفت ما که دعوت نکردیم هیچی، پسشون هم زدیم. یعنی دو تا اینا رفیوز به دستشون رسید، این جمهوری اسلامی. و من فکر کنم خیلی مفیده که اینا در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. خیلی سپاسگزارم از خانم پورکیان عزیز و این نکته رو اشاره بکنم که به هر حال صدای اعتراضی مردم ایران هرگز در واقع خاموش نخواهد شد و در نشست فردا که بیش از 150 نفر از مقامات ارشد جهان حضور خواهند داشت، سخنگویان جنبش دموکراسی میتونن که با یک صدای واحد پیام اعتراضی مردم ایران رو به جامعه جهانی برسونن.